امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. شهرت این کتاب در نیمه دیگه ای از دنیا دوره جدیدی و برای تمدن بشری رقم زد. تبادلات دریایی چیزهای جدید زیادی برای اهالی منطقه مرکزی چین به ارمغان آورد، همراه با یک فاجعه بی سابقه، همراه با یک فاجعه بی سابقه. هیولاهای سرخ هیولاهای واقعی نیستن. اونا انسانهایی هستن که به یک بیماری همگیر ناآشنا دچار شدن. منشأ این مصیبت بزرگ اسیل بود. اسیل مردم عادی و به هیولاهایی تبدیل کرد که از خون انسانا تغذیه می کردن. اونا از نور شدید بیزارن و فقط شبا بیرون میان، چیزی به خاطر نمیارن و چیزی هم احساس نمی کنن. تنها وظیفه اونا اینه که خون تازه انسانی رو به قاره بزرگ ببرن و اصیل و سیر کنن. من یوشنگین هستم. تمام افرادی که نجات پیدا کردن تبدیل به قهرمان شدن. نام اویانگ چن بر سر زبونا افتاد، ولی من مدت زیادیه که همه چی رو به دست فراموشی سپردم. کامل جشن نیمه پاییز هیوله ها رو به بالاترین قدرت میرسونه. شنیدی که میگن هر کسی که شمشیر سرخ رو ببینه دیگه زنده نمیمونه؟ شمشیر سرخ رو تحویل بده. کنجکاوی بیتون رو تموم کنین، چون باعث میشه بمیرید. اومدم اینجا تا باهات مبارزه کنم. سر کنجکاوی اومدم اینجا، میخوام بدونم چرا همه دنبال اون شمشیر سرخن. حقیقتو به همه بگو. شمشیر سرخ عشق ابدی. و گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. سالهای گذشته رهبر سوار نظام بودم. نیزه یه طلایی در دست داشتم، مانند یک ببر در دشت به دنبال دشمنان می دویدم و اونها رو می کشتم. هر کوه تایی بود که پدر بزرگ شمشیر رو به من داد. از اون زمان این شمشیر رو به تک تک مبارزات بردم و بدون اون هیچ جا نرفتم. پدر بزرگم ازم خواست زمانی که سرزمین از دست رفته از دودمان جین پس گرفته شد به اینجا بیام و برای اون تعریف کنم. اسم شمشیر گوانگ فوه. سرزمین از دست رفته رو برای دوباره یک پارچه شدن چین پس بگیر. نبرد در راه میهن.
هر اهریمنی که از مرز عبور می کرد به عنوان یکی از بازماندگان امپراتور اهریمنها در نظر گرفته می شد. آنها بلافاصله دستگیر شده و در زندان مهار کننده زندانی می شدند. تو لیاقت نداری یه انسان باشی. تو خود شیطانی. اگه میخوای دخترتو پیدا کنی این آخرین فرصتته. تانجری تو کجایی؟ پیدات میکنم. چطور جرأت کرده یه فرمان روا رو بکشه؟ امید انسانهای میرا چه بیهوده است. زنده بودنم معنا دارم. یه رمان میتونه واقعیت رو تغییر بده؟ من باور دارم که میتونه. در چین، افسانه جنگجویان بی‌رقیب برای همیشه بر سر زبان‌ها بوده. این جنگجویان جزو برترین مبارزان بودند که قدرت‌های خود را از الهگان و زمین می‌گرفتند. هر اتحادی با آنها باعث افزایش قدرت می‌شد و هر نبردی آنها را قوی‌تر می‌کرد. اونا می‌تونستن قدرت کیهانی باور نکردنی را در بدن خودشون داشته باشند. جنگجویان بی‌رقیب توسط الهگان انتخاب می‌شدند و برای اداره کردن ارتش‌های بزرگ و تسخیر جهان به دنیا می‌آمدند. شما می‌تونین بگین جنگجویان بی‌رقیب برگزیدگان هستند. سلاح‌ها سرنوشت و روحیه دارن. اونا صاحب خودشون رو انتخاب میکنن. هرچه مخالفای بیشتری بکشن سلاح‌ها هم قوی‌تر میشن. یادتون میاد سلاح‌های ما از سنگ معدن خون ساخته شده؟ اونا قدرتمندتر میشن چون خون بیشتری میروشن. اگه خون صاحب سلاح باشه چی؟ چیزی نبودی جز یه فرقی از این که تو اومدی از نمی که من نشان دادی آرامه آمد منه که نجاتت بدم. سلسله جنگجویان